سلام بیننده‌های عزیز، مطمئن باشین اشتباه نکردین، شبکه را درست گرفتین، فقط ما و مریم جای ما تغییر کردن. بله، نسرین اینجا چی میکنی؟ ایره خودت بگو. خب ما را هر صبح از تلویزیون یک میبینن، اما امشب ما با تلویزیون زن هستیم. خوشحال هستیم در اینجا در این برنامه هستیم. برنامه را من زیاد دوست دارم نسرین، و ما دیگه زیاد گپ نمیذارم چون مهمان هستیم. میزبانای اصلی طرف ما سل دارن. یه گپ هست که البته من اول سلام علیکی خودم میکنم، بعد از گپ که در ذهنم هست میگم عید همه مبارک، امیدوارم ایام خوش داشته باشین. باز هم برنامه شام قصه هست و امیدوارم تا لحظات آخر برنامه با ما همراه باشین. گرچه همکارای ما سلام علیکی شال مانده، اما گپ خودم میذارم باز شما سلام علیکی. درست است. یک چیزی که اکثر مردم میگن مریم و نسرین بسیار زیاد صحبت میکنن. خب اینا رو دیگه ثابت کردیم که شما کسایی هستین که واقعا زیاد صحبت میکنین. ما چرا کمک گپ نزدیم؟ بخاطر اینکه شما شروع خواستین بکنین. خب تا آخر برنامه باز قضاوت کنیم که ما واقعا زیاد صحبت میکنیم. شما آره باید زیاد متوجه گپایمون باشیم. پس نسرین خلاص بگو گپای. آها دن خوش مار خوش اومدید، میگم عیدتون مبارک باشه. و همچنان از عزیزانی که این لحظه برنامه شام قصه را تماشا میکنن، عید قربان برشون از صمیم قلب تبریک میگیم و امید داریم که یک عید بسیار خوب و در فضای صلح و صمیمیت داشته باشیم. آها، من هم سلام دارم خدمت مریم جان و نسرین جان. امیدوار هستم جور صحت مند باشن و عیدتون تبریک و عید تمام بینندگان عزیز هم تبریک باشه. باز هم ما در برنامه شام قصه قرار داریم تا یک ساعت مهمان خانه های شما باشیم. با تفاوت خیلی خوب در عید نسرین و مریم کسایی هستن که خیلی مهمان های پرگپ هستن و ما امشب با خود داریم. امشب پرگپ گفتیم، راحت نشد از شما. فقط تا همین لحظه یک 20 بار خواستم گپ بزنم. به دلیل پرگپ گفتم بخاطر که هر مهمانی که میاریم نسبتاً آرام هست. ما یک قسم میخوایم که با گپ بیاریم مهمانای ما را، اما امشب خود مهمانتان گپ دارن. بله، امشب خوشبختانه مهمانای ما خواستن که برنامه را شروع. یک چیز دیگه ما بگویم، حالا شما گپ میزنید، من فکر میکنم مهمان هستین، حالا سلام علیکتون خلاص میشه. من میگم خب به برنامه خوش اومدین، باز فکر میکنم نه مریم مهمان هستی. خب یادوری میکنم ازن که مریم جان و همچنان نسرین جان در برنامه ما دعوت کردیم شان، و از این بعد هم خواستیم که مهمانای بسیار خوبی را از رسانه های مختلف در برنامه داشته باشیم. و اولین مهمان ما نسرین نوا و همچنان مریم یوسفی هستن با ما که از این بعد همیشه وقت با ما از رسانه های مختلف می باشن و روی موضوعاتی که اونا صحبت میکنیم همین ما صحبت میکنیم، موضوعاتی است که خوش داریم خود ما از خود ما بشنویم. و بر خصوص تلویزیون زن خانه همه زنهای افغانستان است و اینجا همگی مهمان میشن. خب مریم جان، از اینجا میشه بگویم که ایده شما چگونه سپری کردین یا میخواین؟ البته ما فکر کرده بیستم که کدامش اول بگویم که ایده چه قسم سپری کردیم. نسرین خود صحبت میتونی هم اصلا؟ نه، من حق اول با مریم میتونم چون مریم از من کلی زیاد گپ میزنه. خب باید بگیم امی اید که نزدیک میشه، خصوصا حالا که ما در رسانه هستیم. نسرین بهتر از رسانه ها بگیم. جالب است، هر جایی که میرم هر کس میبینه برام میگه که ساعتتون تیر است. خب دیگه جایی در برنامه است این آواز خار میآیم. آقا کی در رسانه اصلا دقیقاً بعد با شنیدن این حرف خوب عصبانی میشم. حال من برای چی خواستم تشریح بدم که ما چه وضعیت داریم در نزدیکی؟ مجبور هستیم یک برنامه خوب بسنجیم و فکر کنیم و بسازیم. همونطور حتی لباسای ما، بعضی میگه که با لباسای قشنگ و نیفم آراسته و درست میای روی صحنه چقدر خوشحال باشین. خب طبعا باید خوش باشیم، اما خسته میشیم نسرین. بعضی اوقات خیلی خسته میشیم، اما دوست نداریم قدر بر روی خود بیاریم. خب روز عید از دیگه طبعا با برنامه همین گونه تر میشن هستیم گپ های مزید. بسیار خوب. و ما و مریم که صحبت میکردیم قبل از عید در مورد برنامه، میگفتیم کاش یک روز یک نفر میزبان شوه ما مهمان شویم در دوی دل خود بودیم. باز شما خوشبختانه ما رو مهمان کردیم، خوشحال شدیم. و در مورد عید ما باید بگویم که ما کل روز دفتر هستیم، یعنی عید و غیر عید نداره و شما ایرا خوب درک میکنید. دقیقاً. خوب است که با کسانی هم صحبت است که هستیم ما رو درک میکنه. کسایی که درک نمیکنه بسیار سخته. نسرین جان، نسی که ما با شما تماس گرفتیم و همچنان با دفترتان تماس گرفتیم که شما اینجا دعوت هستین، در نخست چی فکر کردین، چی احساس داشتین که یک رسانه شما را
حس جالب بود چون من هیچ وقت در هیچ برنامه تلویزیونی مهمان نبوده. البته برمون نسن جالب بود، یک تغییر بسیار خوب است. من به تلویزیون زن تبریک میگم، یعنی یک فکر خیلی عالی است که امیر رسانه‌ها به نظر من باید با هم دیگه خیلی صمیمانه و یک رابطه خیلی خوب داشته باشن و این تغییر تلویزیون زن آغاز کرده واقعا من یک گام خیلی عالی میدونم و برام خیلی خوشایند بود. تشکر می کنیم از دفتر شما که با ما همکاری کردن و تمام رسانه‌هایی که با ما همکاری میکنن و خاط کردن در آینده، چون شاید بسیار جایی کار بسیار مشکلی باشه، اجازه کار نباشه، اما بالاخره تانستیم از شما آغاز کنیم. میریم سر اید که صحبت کردیم که دلتان بسیار درد داشت. مگه مریم بیا سعی کنیم که ما فقط همون تو کوتاه کوتاه جوابایشون رو بدیم، چون من همیشه به عنوان میزبان که در برنامه هستم ای مهمانایی که بسیار گپ میزنن و جواب کوتاه نمیدن بدم میه، از اتاق فرمانم سر من فشار میه، من میگم بیاین برنامه این باشین که اگر دیگر برتان بگیم برنامه کم جالب شد. همونطور که نسرین گفت، خصوصا در صحنه آخره که قرار است مهمان گپاش تمام شد و ما وقت بگیریم و از مهمانای ما که هر چی تشکر میگیم و هر چی که طرف ادامه داده میره و از بالا هم یک عالم سرصدا است که اگر وقفه نگرفت اینا قد میگیم ما چی یک وضعیت خراب میشه. مثلا مشکل است که اصلا میکار انجام بتیم وقتی مهمان ها هستن، اگر اجازه نتی احساس میکنی بی احترامی کردی. الهان فضا فضای ایدی هست، بیاین یک کمک از مشکلات فاصله بگیریم و یک ذره خوش باشیم. بیاین از این صحبت میکنیم که به خاطر که ما گوینده هستیم، هیچ وقت نمیشه کمی سوال بنیداب اگر در ذهنشان خلق میشه که خب ایده یک گوینده در تلویزیون که هست، در کنار ای که با هنرمندا هستن ویژه برنامه ایدی دارن، گذشته از او در زندگی شخصیشان چگونه اید را تجلیل میکنه. من میخوایم اینمی سوال را که به گونه ای که خودم جواب بتون میخوایم از شما بشنوم که شما در کنار ای که اید با تلویزیون هستین، یعنی با مهمان های مختلف هستین، در زندگی شخصی با فامیل چگونه تجلیل میکنه؟ راستش ما زندگی شخصی ما بسیار محدود شده و دلیلی که بیشترین زمان خود داخل دفتر سپری میکنیم، اما سعی میکنیم وقت محدودی رو حداقل با خانواده باشیم. بله. خب من یک سوال دیگه هم پرسان کنم. من جواب بتم دیگه. جواب بتم از سوال هم پرسان میکنم. نسرین همونطور که شبانه جان برما گفت، خب من شخصا حالا فکر کنم تقریبا 4 سال میشه در رسانه هستم و فعالیت میکنم. هنوز ما به خدا نمیتونم یک گوینده بگویم، فکر میکنم بسیار کارهای دیگه هست باید انجام بتم، یاد بگیریم به خاطر گویندگی اینا. اما اونطور که شبانه جان گفت، یک چیز از ذهنم رسید که چقدر ما درگیر کار در رسانه شدیم که کاملا زندگی شخصی خود فراموش کنیم. کار درست نیست. هر کسی که دوست داره در رسانه کار کنه، من میخوام بگم که از اول یک برنامه بسازه که زندگی شخصی خود همچنان باید در اولویت های خود قرار بده. زندگی شخصی خودم که خود در رسانه بیارم. من خدا بیخیام توی این رسانه برن. چقدر فامیلتون هستن، راضی هستن از فعالیت هایی که دارین؟ بسیار زیاد. خب در فعالیتایی که در بیرون دارین خب مسلما راضی هستن و خوشحال هستن. از اینکه کمتر همراهیشون هستیم بسیار ناراضی هستن. بسیار. خب ای که کمتر هستین این را خب میمانیم سر جایش، ولی فعالیت بیشتری که در تلویزیون دارین، اما قدر فعالیت در خانه هم دارین کارهای خانه را؟ دیگه خب. وقت نمیمونه شبانه جان، دلت از ما را بکشی. البته باز از من شاید فرق کنه کمک با نسرین. اول از رابط خانوادگی پرسان کردن که حالا دیگه فامیدن در خانه که هرچی قبول گرد ما درگیری هستیم، درک ما میکنن، که باید تشکر کنیم از فامیل عزیز ما که فکر میکنم همیشه یادشان برمه ایره ثابت میکنن که یکی از خوشبخترین دختره افغانستان هستم که همچون فامیل دارم. دومی که شما در رابطه با چی گفتین الهام؟ کارهای خانه. ها ما گرچه ما و نسرین هر دیمو که با همکار هستیم، کارهای ما یکی است. در پهلو ما درس ها میخوانم، نسرین هم درس میخوانم. روزای جمعه که خانه باشم من بسیار کارا میکنم، نجار هم میشم، رنگمال هم میشم، با سلیقه است بسیار کارا میکنم. حتی مادر میگم دفعه میگه که تو که روز جمعه این باشی خانه من رو دیوانه میسازی، چون اگه الماری خراب باشه میریم چکش و امو میخم میگیرم میارم میکوبم و سر صدا رو میندازم به خانه. از این خاطر یک کمک در چیزا فعالیت بیشتر داره، حالت متفاوت میشه نسبت به دیگر. البته نشون میده که اینا ما در خانه هست، صدا را بلند میکنی که باز دارم نمیدارن که من این کار از شوق میکنم، زیاد دوست دارم در خانه این کار را انجام بتم و مادر جان میچو وقت سرمه تو یعنی نگفته تو باید بری حتما این کار انجام بده، دوست دارم میرم کار کنم و انجام بتم. خارکای من وقت مرا میبینن این کار میکنم، اونا هم شوقشان بیشتر خب بیشتر ایام نشان میده که یک دختر چقدر توانا هست و چقدر سلیقه خوب داره. دقیقا دخترها که همیشه با سلیقه هست. حالا یک بچه نیست بیای از خودشان اینجا چیکنن، نسرین میگه نه مام با سلیقه است، مشو دخترانه است.
فراموتر است. مگم اگر که یک پسر می بود حتما چیزا می گفتش که نه ما دیگه کارا می کنیم، کار تکنیکی و فنی می کنیم. خب به هر حال هر کس جای خودت داره دقیقا. و هر کس میتونه باعث خود میتونه نمایان باشه، اما جایگاه خود هر کس داره، چه دختر باشه چه بچه باشه به نظر من. اما تو راست، خب ما بیننده برنامه های شما هستیم و بسیاری مردم بیننده برنامه شما هستن. کامنت های جالب حتما زیاد برتان میرسه، میشه جالب ترین کامنتی که برتان رسیده چی بوده برام بگین؟ نسرین که قدر کلگ صدایش را دوست داره. راستش من خواهم این صدای میچ خوشم نمیه. خب بازم ما را در گلبانگ چیزی که لقب میتونه همیشه در کامنت هایی بوده که سلام به دو گل خوشکلام و خوش صدای گلبانگ، ولی خب دیگه لطف دارم بابا. اما جالب ترین کامنت به نظر من کامنتی بود که شاید دزمستان برام رسیده بود و یک نفر قدر توجه داشت. من چند روز پشت سر هم یک پتلون پوشیده بودم و گفته بودن که امی ماش نسرین جان بتین که هیچ بیچاره پیسه نداره که بر خود پتلون بخره. دقیقاً و این برام جالب بود. چند وقت پیشم یک کامنت برام اومده بود که امی عینکای تو نزن که بیبینواری معلوم میشی. بعد من امی عینکام یک چند دقیقه کشیدم اما نمیشه، همیشه به کشون بشتی هست. نسرین من میشم میگم صدایت بسیار مقبول است، اما نسرین که هیچ گپ مرا قبول نمیکنه. درباره عینک گفت چند روز پیش ما عینک شد کجا بودم، یکی کامنت داد که مریم جان بخیر مثل خاله معلوم میشه. حالا من این خاله و بیبی چه مشکل در کنار ای که سر گپایتان خیلی فوکس دارین که باید یک گپای باشه در برنامه که حداقل اندک اون پس فیش نشه، چون بینیدا خیلی گپ چه میشه برنامه زنده گپار تا رگ آدم در کنار ای باید اونم سر تا با چیزی که میپوشی متوجه باشی بینیدا قدر ریز میگیرن، هم ریزبین هست که اتم پتلون و عینک و میخک بینی و گلک بینی و لبسیرین و کل چیزا رو متوجه هستن. دقیقا متوجه هستن چون میبینن. اگه من هم منیس یک بیننده ببینم شاید یک چیزا ذهنم برسه و خوب است که اونها یک پول ارتباطی دارن، میتونن بر ما زود برسانن این گپ رو. کامنت ها که بسیار بحث کلان داره به نظر من، بسیار جالب است. ما همیشه کامنت های جالب میگیریم و بعضا خیلی تشویق میکنن. یکی از بیننده هاستن همیشه وقت ما اون اسمی قدر ناز میده که من میگم اگه کلش رو بخوانم شاید یک نفر فکر کنه که خودش رو نوشته کرده. یعنی خیلی جالب است. من واقعا از اون بیننده هایم تشکر میکنم که همیشه وقت در اون قسمت برنامه همراه ما هستن. مریم جان میشه ازی بگوین که چگونه آغاز کردین کارتان، چقدر دوست دارین و اولین روزی که شما در رسانه رفتین، اولین برنامه‌ای که داشتین چه قسم بر شما بوده و چه احساسی داشتین؟ چه سختی‌هایی داشتین؟ چند سوال یک جه چند جواب داره. اینال باز مر نبین پر گپی که وقتی رو بکار من از یک رادیو شروع کردم، در رادیو گوینده بودم و بعد تانست مدیر شدم و بعد همینطور کاره می دامه دادم که یک تصادفی یکی از دوستان از تلویزیون یک بار من زنگ زد که بیا یک گوینده نیاز از تلویزیون اگر دوست داشته باشی. وقتی خوب درست است یک میام یک امتحان میتم یک چانس خود آزمایش میکنم. خوشبختانه رفتم بگویم کامیاب شدم. چندین انترویو از من گرفتن تا بالاخره تونستم موفق شدم. خب حالا خلاصه کنم همین گپایی که زیاد طولانی نشه. اگر از دوست داشتن کار بگویم واقعا عاشق کار خود هستم، بسیار زیادم دوستش دارم. من شاید هستم. ما همیشه وقت راستش اگر بگویم میترسم، با وجود کار من بسیار زیاد دوست دارم، میترسم ازش. همیشه وقت من که در برنامه هستم به این فکر هستم که چی وقت میچت به سرم میفته. یعنی به این نظر به این فکر هر روز من برنامه رو تمام میکنم. فکر میکنم دوست داشتن شاید همین باشه که نه ترس، نه انتحار، نه انفجار و نه تهدید ما را میتونه از کار مدور کنه. دقیقاً. و خوشحال هستم که هر صبح به فکر از خواب بیدار میشون که بختر خوبی دنیا، بختر خوبی جامعه تلاش میکنیم و بالاخره تا یک کوچکترین کلمه را هم میگیم و می امید بیدار میشیم و خوشحال هستیم به این خاطر. من چیزی رو اضافه کنم در مورد روز اول مریم. من که همکارشون شدم برام گفتن که مریم روز اول که اومده بود هیچ میکاپ نکرده بود. مقصد بگویم که مریم بسیار مقبول است، تو با میکاپ نبینیش، بدون میکاپ مقبول تر است. بسیار مقبول است. سر از خواب بیدار شدن شما صحبت میکنیم، اما قبل از اینکه سر این موضوع بسیار مهم صحبت کنیم که جنجالی هست، میریم یک وقفه کوتاه داریم با شما برمیگردیم. ادامه برنامه خوش آمدید دوستان. ادامه برنامه شام قصه هست و مهمانای ما هم در استودیو با ما هستن با یک عالمه گپ. ما میخوایم بپرسیم، ما هم یک عالمه سوال. دقیقاً. ما میخوایم بپرسیم از نسرین جان و مریم جان که در تایم برنامه گلبانگ که 2 ساعت هست، وقتی زمانی که مهمانا میان حضور پیدا میکنن، کدام روز شده که کدام مهمانتان یک گپ جالب یا یک عکس العمل جالب انجام داده باشه که نتونسته باشین از خنده زیاد لبخندتان یا خود کنترل کرده باشین یا خیر؟
والا مهمان خب قدر کار جالب نکرده. یک بار یادم بود که یک مگس اتفاقا یک روز در استودیو بود، یک مهمان ما رو بسیار آزار داد، هر دقیقه هر دقیقه پس میزدش و مرا خنده گرفته بود. بحثم بسیار اساسی از قدرت خدا دم گرد کرده میمان میتونه دقیقا هم در رویش و برش ناراحت شدم. اما کار رو جالب خودم رو زیاد کردم، یکان دفعه مریم یکان کار کرده که من دیگه زوف خنده میشم و نمیتونم خود کنترل بکنم. اما نمیفهم مریم چطور میتونه همون لحظه رو مدیریت میکنه و اگه کمره روی من آیه هیچ مردم نمیفهمن که من خنده کردم. درباره مگس گفتی نسرین، مگس ها بسیار جالب هستن. یک روز از این قسمت ابروی مهمان میرفت پس برمیگشت، من سایل داشتم گفای گرفت از سوال میرد، بعد از یک باید شما شد میامه سر بینی بچاره و این بسیار برام جالب بود. بعد دیدم که گپای میمون که خلاص شد نوبت ما شما صحبت کنم، دیدم که مگس طرف ما آمد. من با دقت گوش میکردم، بسیار میترسیدم و چشم مبرو را خلاص کنم. بسیار مقبولم تو میگه بعد 104 دانه بود، ما رفتیم باز گفتیم خب انتحاری شد. جالب است بخاطر ما همیشه مگس نداریم، در دروازه یمی استودیو خراب شد و انتحاری شد. به خاطر مگس ها بسیار دیگه راهشان صاف بود که بیاین و بسیار جالب بود برام. کوتا دوباره صبح بیدار شدن تان بگین، چون من گفتم که دوارش پرسان میکنم. من نمیفهم که اینمی الهام امی سوالاش یک رقم جنبش شخصی داره. بازی را در آخر ما ببینینده کد بینینده یک کمک مشخصتر صحبت میکنیم، واضح میکنیم که چی گپ هست و الهام نه صبح بیدار شدن رو فکر میکنم که به خاطر پرسان میکنه که خودش هم یک چند مدت برنامه صبح اجرا میکرد. خب حیوان هستی آخر برنامه چیزی باشه. اصلا از صبح بیدار شدن چیز پرسان نکنین که بسیار سخت است. نسرین و مریم صادقانه بگوین که چقدر تایم در بر میگیره تا اینکه در برنامه صبح آماده باشین؟ چون این یک سوال است که همیشه در ذهن بیننده هست. من خودم شخصا وقتی یک مجری رو میبینم که با یک لباس خیلی شیک با یک استایل خیلی شیک آماده هست و در برنامه میشینه، من دیگه سوال خوبی است. بله سوال خوبی است نسرین. نمیشه اینو گفت که در 20 دقیقه در 5 دقیقه، چون روزی یک مثلا ما نا وقت میرسیم مجبور هستیم در 5 دقیقه آماده شیم. اما روزی که وقت میرسیم اما فکر نکنم بیش از 25 دقیقه است. 20 دقیقه بیشتر وقت نداشتیم هیچ وقت و کمترین هم کم دقیقه 10 دقیقه 5 دقیقه هم پیش اومده که آماده شدن جناب عالی آماده شده. من نمیتونم واقعا 10 دقیقه آماشم. وقتی شده که ما وقت نداشتیم، اما مریم قربانی داده و بسیار زود خود آماده ساخته. و سوال الهام جان که در رابطه با صبح وقت برام گفت، ما حالا چند سال میشه صبح وقت خیسیم رفتیم برنامه عادت ندارم. هر کس مر میگه دیگه باش مو شاید راحت شده باشه صبح وقت میخیسیم. من میگم مگم خواب یک خواب صبح چیز است که هیچ وقت نمیشه باهاش عادت کنی با خیسنش و بسیار شیرین است. ما میگم یگان صبح میگم که نمیرم خیر است امروز خو نمیرم، بازم تعذیب وجدان من رو میگیره که جور هستی امی رو بگذار برای یک روز مریضی بخز برو، باز بلند میشم میرم. نسرین جان میشه بگوین که واکنش مردم در مقابل شما چی است وقتی شما در بازار میرین خریداری میرین؟ بعض اوقات دوست دارین همیشه نباید در دفتر برین طرف خانه کم آزاد راحت تر بینید. البته ما از بین فکر میکنم کلا گویندهای داخل افغانستان شاید از جمله کسایی باشیم که راحت زندگی شخصی خودم انجام میدیم، نمیخوایم خود محدود بسازیم و هر جایی که لازم باشه و امنیت داشته باشیم ما میریم. مثلا ما خریداری میریم، ما چکر میریم، ما تفریح میریم، ما درس خواندن میریم و عکس العمل ها متفاوت است. از جایی که در افغانستان هنوز یک چیز مرسوم نشده که اگر یک چهره شناخته شده را میبینی یک عکس العمل نشان بدی، اکثرا همو حسشان همو حرفشون در درونشون نگه میدارن و اجازه نمیدن که بروز بدن که ما این را میشناسیم. اما اونایی که نشون میدن خب هیچ وقت فیدبک و همو عکس العمل بد نداشتیم. اما جالب ترینش برای من این بود که یک روز ما و مریم در کافه در یک رستوران نشسته بودیم و با همکارا بودیم، یک نفر یک مرد بسیار متشخص کوچلوار کرده هم تو دریشی پوش و خوب خوش قیافه آمد استاد شد طرف ما سعی کرد گفت شما در برنامه گلبانگ هستین؟ گفتیم بله. ما هم تو تعجب کردیم از اونجایی که تعریف کردن در جامعه ما یک چیز عجیب است، اصلا یک قالب عجیب گرفته و ما قبول نمی‌کنیم که کسی بیای از ما تعریف کنه. ما در تعجب و گفت ما برنامه تا که نبینم دفتر نمیرم. ما در یک حالت عجیب بودیم، اصلا شاک بودیم، نتونستیم یک جواب صحیح بدیم. در نهایت گفتم تشکر، هیچ برخورد خوب همراهش نکردیم و این بر من
بد بود، ناراحت کننده بود که نتونستم در مورد یک علاقمند ما خوب برخورد نشون. البته نسیم باید بگویم برخورد بسیار خوب بود، بسیار خوب تشکر کردم اما بسیار جدی بود. اما در افغانستان هم طور که گفتیم بعضی محدودیت های بیجا وجود داره، یعنی فکر میکردن که اما گپ هایش و نظریش درباره تان منفی باشه. اول همیشه فکر کردیم که شاید مثلا چی بگویم، یک مزاحم، یک چیز، بعضی برخورد های عجیب داخل اجتماع وجود داره که ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این آدم واقعا صادقانه اومده یک تعریف داخل چاکات از ما داره یا چیز دیگه. به هر حال این بر ما جالب دقیقاً بود. همیشه عکس العمل داشتیم و جالب است که من هیچ وقت از چیز از کس چیز بد نشنیدم. همیشه دوست ما داشتن و ما هم دوستشان داریم. فکر میکنم من مدل بدل را دارم. خب یک سوال یک چیز دیگه ما بر تو فکر می‌کنم پیش از درفته و می رب داره با گپ نسرین. ما و نسرین رفتیم به خریداری رفته بودیم برمیگشتیم امروز یک چند روز پیش، همین روزی که گذشت، روزی که گذشت، دو روز پیش البته باید برتون بگم، وقتی که می‌رفتیم جایی دیدیم یک بچه، خوب معلوم میشد که یعنی تحصیل کرده است و بچه خیلی با امو تو چی معلوم میشد. یک دفعه که از پلی موتر شد گفت امی شما را که مسئول برنامه تان نبینم هیچ از خواهر نیم برایم. بعد ما هم خواستیم با کمال احترام بگیم تشکر، زنده باشین. بعد هرچی میکردیم ما را اعلان نمیداد که امی شما را تاسم نبینم نبینم. کمال که پیش هم رفتیم باز برای رفیق خود گفت در تلویزیون یا چقدر چاق معلوم میشه. واقعا گفته ها بسیار زیاد است و همچنان گفته ها تمامش بجو هست، باید آدم بگویه. در سم نزی که شما نخیر مریم جان از اینکه از کارتان گفتین بر ما هم ثابت شد، در سم نزی که شما همکار هستین روی سنه، واقعا یک دوستی خوب دارین. ما همی سوال دوبار از میخوام بپرسم، قبل از من روزه جان پرسان کرد و میخواستم بپرسم که روی سنه همه تو نشان میتین که صمیمی هستین یا گذشته از پرده تلویزیون و در زندگی شخصی تان صمیمی هست؟ البته در رابطه با گپ خود شبانه جون بگیم که چون نمیفهم چرا تو یک تصویر بعد در بیان شما وجود داره که همیشه هر کس روی صحنه یک آدم یک است که تقلید کرده فکر میکنن همه چیز. البته با این خاطر اینطور نیست، واقعا من متاسف هستم چون مثلا یک همین طوری که میشه ما در تلویزیون واقعا ناراحت میباشیم، بعضی ناراحتی ما رو پنهان میکنیم، بعضیشون هم میگیم، بعضی بعضی فکر میکنن که شما بدروغ مثلا روی صحنه میایین ناراحتی خودتون نشون میدین. خب چون نمیشه دیگه همون ناراحتیایی که ما داریم بروز بتیم برای خب. البته به خاطر گفتم که بعضی فکر میکنن که چیزی که هستیم نیستیم روی صحنه. ما اون اصلا همیشه چیزی که بودیم هستیم و اونم چیزی که میخوایم که باشیم روی صحنه، همچنان همیشه وقت همینطور بودیم. شاید هم فکر کنم که ما اولین کسایی باشیم که تانسیم قدر با هم دیگه خوب دوام داشته باشیم. خب من فکر میکنم هیچ گوینده ای نمیتونه اونقدر تظاهر بکنه که مثلا ما و مریم واقعیت در واقع واقعیت امیر قم با هم دوست هستیم، امیر قم صمیم هستیم و از صمیم قلب لازمی تر قلب ما هم دیگه رو دوست داریم، هیچ وقت تظاهر نبوده. امیدوارم که ما هم از همون خاطر است که ان شاء الله برنامه تان خیلی با موفقیت پیش میبره. تشکر لطف تلاش ما همین است بتونیم بالاخره یک تغییر ایجاد کنیم. گپا هم بسیار زیاد بود، ما نتونستیم شما رو تعارف کنیم. میشه شما هیچ چیز اون نگرفتین؟ خوش داری بگیرین چی اگه پس که میزتان کمک دور است. من یک عادت دارم اما تو که بیشونو میشینم دیگه باز خراب میشه. خیر باز بخیر خدا دایرکتر ما به خاطر که گفته باش میوه یک ذره باشه میماندار هستیم از خاطر دور ماندن و هنوز برنامه ما ادامه داره. لایتا هست الهام چای اینا نوشی جان نکردن ما برش آب برشان آب آوردیم ولی من میرم تشنه شدم فکر کنم باید باقی آب و من میتونی نوش جان کنی بخواهی نسین یا تو هم مثل من باید نه میتونم چون ما باید بایتونه دارم. خب میشه در مورد الهام جان و نسرین جان یک موضوعی است که مریم جان پس بین ما سه نفر این طرف شیمی دو نفر دقیقا میشه مریم جان شما بگوین اگر میخواین ما بگوین مشکل نیست ما بگوین یک کم یا شما بگوین زیاد دوست دارم متعجب بسازم همیشه در زندگی دوست دارم نسرین جان الهام جان آماده هستین یک گفت بخواهیم بگویم قبل این بار ما میگفتن خوب می خب ما بو خدا این فقط چی بگید نمونیم الهام عزیز زیاد وقت میشه میشناسم شبانه جان و رازیه جانم که گوندای بسیار خوب تلویزیون زن هستن باشون آشنایی دارم با برنامه‌هاشون خوشحال هستم در حضورشون هستم اما الهام همونطور گفتم بخاطر زیاد میشناسم میشه که خواهر یکی از بهترین دوستای من شاید بگم یگانه دوستی که فعلا دارم اول دیگه خودتان حدس بزنید فقط فعلا هدف نیست دیگه اعضای فعلی مثلا فرض کنم در آینده چطور یعنی هدف ما این دوم هست اگه بخاطرتون کلگی نسرین بفهمه که هدف ما چیست. الهام جان یک دختر بسیار مهربان، بسیار با حوصله، بیش از حد مهربان، بیش از حد و زیاد تعریف نکده که من نه من حقیقت را میگم اینقدر با حوصله اینقدر مهربان است که من هم میفهم شاید هم نسرین خودش زیادتر بگه چون نسرین جان الهام جان خوارم دیگر هستن دیگر بله خیلی آشی یک شد از ما جدا میگرفتن ما خوار هستیم
میبینم با ما با هم شباهت داریم، یعنی به نظرتون ما شباهت داریم؟ از ظاهری شباهت دارین. نسرین جان وقتی که من شما را با الهام جان یک جا دیده بودم و یاد دارم و قبل از اینکه برام کسی بگویم گفتم نه خواهر هستن گفتن خیلی وقت شاید کلی فهمیده باشه منو قبل از اینکه صدای ما بسیار شباهت داره شبیه است راستش. من کمی فعلا احساسی شدم کمی چشمای ما عشق گرفته با خاطر که قدوس من بسیار خوش هستم کامران نسرین هستم و هیچ وقت ما نسرین در یک برنامه نبودیم. نمیفهمم چرا که احساساتی هستم اما بسیار خوش هستم که میال کنار نسرین هستم و ما باید بغلت کنیم. من چطور از این راه دور بغلت کنم؟ دست تو برام بده. خب ما بسیار خوشحال هستم، برنامه بسیار احساساتی. بله من نمیفهمم چرا قسمی هستم. مقصد ایده است، من خوش دارم که خوش باشیم. اما بسیار برام جای افتخار است که حال نسرین هستم و همراه نسرین برنامه اجرا میکنم. اینا رو مام گریان میکنم. خب فضا تغییر شده. ببین چطور تغییر میده، اجازه بدین فضا رو تغییر نمیده. ببین فضا بسیار قشنگه، بسیار زیبا هست. دو خواهر شبانه جان ما و الهام کار یک جا شروع کرده بودیم، همزمان با هم وارد رسانه شدیم و متاسفانه هیچ وقت با هم نبودیم. دقیقا پلان ما بود که با هم باشیم اما هیچ وقت این شرایط پیش نیامد که ما و الهام با هم کار بکنیم در یک برنامه، اگرچه من در اول برنامه ساخته بودم که با هم کار کنیم. خب دلیل کلان اجازه نداد، تایم متفاوت داشتیم و نمیتونستیم. یک دلیل کلان شاید باشه که الهام هنوزم پنتون میره درس میخونه وقتا یک ذره یک نسیم سرم تایم ما همیشه متفاوت وقت بدنا تستیم و کنار هم کار کنیم اما خب همیشه با هم هستیم و این برای ما بسیار خوشایند است که دو خواهر، دو دوست و هم مسلک چقدر خوب است. بسیار نوبم. من میگم که نسرین الهام باید هر کس هر خواهر الگوی زندگی خود قرار بده. اینقدر خواهر خوب هستن حتی لباسایشون با هم دیگه همیشه یک جور از این لازم جنگ ندارن و بسیار چیزا برایشون مشخص است. گرچه نسرین کم نستانه الهام بسیار فداکار و نسرین بسیار نوبم. مریم دیده دیگه ما الهام بسیار فداکاری میکنن. نسرین جان یادآوری میکنم که الهام جان هم از شما یادآوری میکنن، بر ما میگن و بسیار دوستتان داره. نمیخوایم تظاهر شو فعلا اما واقعا دوستتان داره. همونطور خوش داره. مادرم روی ما برای هر خواهری که در یک خانه هستن مثل شما باشن. ما یک سوالی که همیانه در ذهن ما خطور کرد میخوایم بپرسم که الهام کلان است یا نسرین؟ من خوری زگه اگه خوردن نسرین کلان سوال است که همگی پرسیدن، همگی از ما پرسیدن هر جایی که رفتیم من میگم من کلان هستم، میگن نه الهام کلان است، چون الهام کمه که جسامت داره، هیکلش کلان‌تر است، خوشاندام‌تر است از ما کلان. با اون خاطر فکر میکنن الهام کلان‌تر است اما الهام از ما کلان بسیار خوب است. اما از اونجایی که من گفتم که نسرین زیاد بعض اوقات نسرین خانه ما میه، من خانه نسرینشان میرم، یعنی با فامیلای ما زیاد آشنایی داریم. همیشه وقت دیدیم که الهام قدر خوار مهربان بوده که من مثلا الهام دیگه پیدا من ناراحت به این شدیم، همچنان به این خوش هستم اما ناراحت به این شدیم که میشه خوار بزرگ نداشتیم و نمیفهم که چی رقم میباشه همی که خوار بزرگ از آدم، چون من خود امشه خوار بزرگ بودیم، خوارکای خورد ما یاد دادیم بس چیزا. به این خاطر همیشه نسرین هم میگم که نسرین گرچه خودش خوار بزرگ است، من فکر میکنم که الهام قدر نقش خوار بزرگ بازی میکنه که آدم دوست داره از خود یک خوار بزرگتر داشته باشه. خوش بال نسرین که مثل الهام خوار داره. من هستم که همه خواهرها بین خود همه طور صمیمیت داشته باشن. حالا ما نمیتونیم اوج صمیمیت نشان بدیم مگه نه اصلا صمیمیت اینا بسیار زیاد است. نسرین اینطور یک اوقات شده من میبینم صمیمیت بین شما دوستا هم شاید هستن، ولی اینطور یک موقع شده که روی لباس، روی کارخانه، روی شغل کار یک جنگ درگیری به اینتون صورت گرفته باشه؟ من فکر میکنم والا مریم خود جواب داد هیچ وقت پیش نیومده. من الهام هم شاهد است، ما از زمانی که خرد بودیم، کودک بودیم، همین روابط و صمیمیت ما بین کل فامیل زبان زد بود و خوشبختانه همین تو ادامه داشت و امیدوارم تا آخر عمرم اینطور باشه ان شاء الله. کم کم مجبور هستیم که با شما خدافظی کنیم، البته دوستان هستن همراه ما و بسیار خوش بودیم که لحظاتی را با شما سپری کردیم. امیدوار هستیم که همیشه بتونیم لحظات خوش داشته باشیم، در کنار هم باشیم و این دور هم جمع شدنی ها کمتر پیش میاد از زندگی بسیاری ها. دقیقاً. و بازم سپاس میکنم از اینکه دعوت شما پذیرفتین. بسیار زیاد تشکر میکنم. خوب هستم. از خودتون تشکر. تشکر. خب ما یک خدافظی هم کنیم. تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و امیدوار هستم که ما رو همیشه وقت بینم تو با هم دیگه صمیمی باقی بمانیم و یکدیگر رو حمایت کنیم. خب بازم تشکر میکنیم و عزیزان فعلا هم یک بسته تصویری داریم، بازم زود برمیگردیم. ادامه
به برنامه خوش آمدین دوستا. باز هم ویژه برنامه شام قصه هست. بله. ما هم در لحظات اوقات ایدی قرار داریم. بله، شبهای اید هست و امیدوار هستم که در این شبهای اید با ما همراه باشین، گرچه امشب با برنامه شام قصه با شما هستیم و در ادامه برنامه های دیگه داریم همراه شما و در کناری بسیار اوقات خوش همراه مهمانای خود داشتیم که امیدوار هستیم شما هم از این لحظات لذت برده باشید. دقیقاً هم جان اینجا کمک ما جایم تنگ بود از خاطر خواستم اگر چه دلم نمیشد که از کنار شما عزیزان و همکارای خوبم بخیزم، اما اینجا اومدم. خب عزیزان، شام عید است، شب های عید است، امید داریم همه شب هایتان هر وقتتان مثل عید خوب و خوش بگذره. ما هم خواستیم که برنامه را با بخش های بسیار خوب متفاوت و کاملا متنوع بسازیم و ما خینه کردیم و ما یک پکیج ساختیم و این هم از الهام جان خینه کردگی و زحمتش شبانه کشید از مرا. البته خودت دوستای خود خینه کردی. تشکر از من. بله، تشکر از شبانه جان. واقعا تشکر. و بریم با هم پکیج تماشا کنیم که ما دوستای خود خینه کردیم و همچنین تشکر. البته یک پکیج خینه هست. بله، تشکر از همکارای عزیز ما که با ما همکاری کردن. بریم با ما همراه باشین، پس برمیگردیم. سلام عزیزان، شما را خوش آمدید میگیم. قسمی که شما هم میبینین، ما خواستیم که یک بسته تصویر بسیار زیبایی در مورد خینه داشته باشه. بله، میخواییم که امشب دستای خود خینه کنیم. به مناسبت عید، معمولا وقتی که عید نزدیک میشه همه مصروف خینه کردن هستن. شب عید معمولا دوست دارن طفلک ها بیشتر دوست دارن که دستایشون خینه کنن. ما هم دور هم دخترها جمع شیم، لیکن میتونستن همه دخترها زیاد هستیم و میخواییم کلیگی ما دستای خود خینه کنن. مطمئنستان همه منتظر هستیم. دقیقاً. و شبانه جان هم میتونیم بله. که خینه را بیارم. فقط امیدوار هستیم که مناسبات اگر ما را گپ بزنن. خواندن تن چیشه؟ ما میخواستم چک کنیم که خواندن. شبانه قرار بود خواندن که ده بیایی. ببخشن الهام جان که او جای ما ده اینجا را رزرو کرده بودیم. خب اونو را شما اجبانه. ما خینه آوردیم، بسیار زیاد آوردیم بخاطر که جنگ نشه. نفری اگه تا آوردیم دیست پای داره میکنم بخاطر که اید هست و از این فرصت استفاده کنیم همین ما. من هم چند دوستا را که وعده داده بودم همکارا را که دیست شرکنه میکنم. ما منتظر هستیم که خود دوستای ما را خینه کنیم. آه دیگه بخیر شروع کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم مخواه شدیم که خود یک آهنگ هلا را یاد داریم میشم. رازیه جان من خودت میتونم که صدای مرخک میشه در آهنگ دوگانه همه میشه. اما جان لگه بیشتر کت رازیه او را خود ما کت رازیه جان شد که بردیم خیلی بخواه نردیتن بخواریم خیلی یک جای بخواریم که ما چک چک کنیم. اینجا بیشتر از همکاران ما هستن کشمه جان، مرزا جان، مرزان جان، شنبه جان شفر مشکلی دیگه از خواستیم که خینه کنیم سایت کنه و شما را جان قرار از فرمای اگاه هنگ بخوانم. و چقدر خوب است الهام، چقدر زیبا هست که در کناری که ما خوشحالی داریم در عید و لباس های نو است و خوراک باب رنگ و رنگ کسایی چیزم هستم و در کنار اون خینه هم داره که دختر خانم ها میتونم این دوستایشان هم بسیار دوبه نمیشون. بله بسیار خوب است. مگم هر دوی تان دارین صحبت میکنین که هیچ خاندان خدا نکنم. خوبه یا تو بیسابرانه منتظر آهنگی من بخاطر که بسیار خوبش میکنی خشی بکنید بود ازام خینه درست؟ امید که پیشتر میخوندی شما بخیلم دلتان نیست که فعلا هم هوای آهنگ باید یک آل هوای خیلی افیدن هوای خینه کردن هست دسته ما را خیلی خینه کن
بدرمه ما سعی چک چک کنی اینایی نه با نقش نگی نه خلفای شب برای دوستای کلگی ما خینه شده بسیار مقبول دوست تر نکنه شبانه جان و کل کسایی که خینه کرده و ما منتظر هستیم که خشک شوه این خینه ها چون هنوز تر است و نمیتونیم دست بزنیم شما میتونید در خانه دوستای جانم مقبول و زیبا خینه کنید و اگرم که نتاسین از شبانه جان کمک بگیری آنلاین برتان یاد میتا تشکر که همراه ما هستین بریم ادامه شام شما رو خوش آمدید میگیم بس این تصویر بسیار خوب بود که با هم تماشا کردیم عزیزان تمنا دارم که از لحظه‌ای که با ما بودین با مهمانای ما بودین خسته نشده باشین و همچنان وقتتان خوش گذشته باشه و ما هم برنامه‌های ویژه دیگه هم داریم در ادامه برنامه شام عید تمنا داریم که شام عید داریم بله در اول شام قصه قصص باز بود شام عید است شام عید است شما زیاد شد و هر ساعت اونطور هستم در شب‌های با ما همراه باشین و در ادامه هم با برنامه شام عید باشین که ما در خدمت شما هستیم. اوقات و لحظات خوش داشته باشین از عیدتان از روزهای عید لذت ببرین بقیه برنامه های تلویزیون زنده فراموش نکنید.